تو فیلم های شما چی واقعیت و چی سینما چقدر توی فیلم هاتون میخواید راوی واقعیت باشید و چقدر به دنبال خلق یک موقعیت جدید دراماتیک هستید خب این قضیه واقعیت و سینما میدونیم حال؟ <تصفح> ما تو زندگیمون هم نبیدونیم کدوم بخشش واقعیت کدوم بخشش سینما هست میدونیم یعنی مثلا الان حکومت میخواد همه رو بترسونه خب اما واقعا ما باید باور بکنیم و بترسیم ازش یا داره یه سینمایی رو بازی میکنه که ما وحشت بکنیم و دیگه هیچ حرکتی نکنیم درسته در واقع من اینجوری به نظرم میاد که من من تو فیلم همیشه در واقع دارم یک موقعیتی رو ایجاد میکنم اون موقعیت کاملا داستانی موقعیت غیر واقعیه مثلا من توی فیلم ایرانی توی فیلم قبلیم که در واقع در بلوش نه سال پیش تموم کرده بودم به چهار تا آخون چهار تا روحانی پیشنهاد کردم که بیان با من توی خونه دو روز زندگی کنند. اون دو روز همزیستی من با چارت روحانی توی خونه بس اون موقعیت کاملا غیر واقعیه اون موقعیت داستانیه خب. اما اون اتفاقاتی که توی اون موقعیت میفته همه واقعیه یعنی در واقع این همزیستی رو من میسازم به شکل کاملا سینمایی و داستانی اما واقعا ما داریم سعی میکنیم با هم اونجا حرف بزنیم زندگی کنیم غذا بخوریم و تا اون قدر که شدنیه و نشدنی از رو من میارم توی فیلم نشون میدم در واقع در واقع تد تو تدوین نشون پس در واقع آیا چه بخشیش داستانیه چه بخشیش مستنده اون موقعیت کاملا داستانیه این دوتا فیلم هم همینه در واقع اگه بخوایم در مورد به نظر من اولین در واقع اگه این دوتا فیلم ازش یکی جایی که خدا نیست اون یکی بزرگترین دشمن من فیلم اولی اگه بگیم کدامش اوله کدامش دومین فیلمه من میگم جایی که خدا نیست اولین فیلمه و بزرگترین دشمن من دومین فیلمه یعنی من اینجوری میبینم با اینکه در واقع جایی که بزرگترین دشمن من رو دودتر شروع کردم اما دیرتر تونستم تمومش بکنم چون خیلی فیلم سختی بید. اما توی مثلا فیلم جایی که خدا نیست اه اه خب اینجا باز یه موقعیت غیرواقعیه ما داریم یک فضای شکنجه رو بازسازی میکنیم کجا تو پاریس و باسازی این فضا و بیننده هم میدونه بیننده هم میدونه که ما الان پاریس هستیم و داریم این فضا رو دوباره بازسازی میکنیم که چی بشه که بیننده بفهمه و خود همه بفهمیم در شکنجه چجوری اتفاق میفته توی زندان های جمهوری اسلامی حداقل بخشی از شکنجه چون همه شکنجه ها رو که ما نشون نمیدیم یک بخشی اون کسی که شکنجه شدن و حاضر شدن بیان دوربین رو من تو کردم که بیان دوربین اونا دارن این توضیح میدن که در واقع شکنجه مال آقای ابراهیمی با کابل مال خانم کلهوری توی قبر هاستش تو تابوت ها هستش و مال آقای تغییر توی اتاق انفرادیه چیزی که اتفاق میفته به نظر من توی این فیلم اینه که در حین انجام این کار اه 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 کل تروما های این اشخاص این افراد میاد بیرون خصوصا آقای ابراهیمی و خانم کلهوری تمام تروما هاشون میاد بیرون و اه اه در واقع زنده میشه چون که اون حرکات رو می دارن میبینن اون صداها رو دوباره میشنوم و اون اتفاقاتی که اونجا براشون افتاده موقعی که چشماشون بسته بوده و نمیدیدن که چه اتفاقی داره میفته رو دارن این دفعه میبینن با چشم باز انگار نشستن در اون صحنه که قبلا نمیدیدن رو میبینن و این براشون در واقع انگار که یک وحشتی که حکومت ایجاد کرده بوده تو ذهنشون چون چشمشون بسته بوده و یک صحنه ای رو نمیدیدن رو در واقع اون وحشت یهو میریزه حداقل خودشون اینجوری آقای ابراهیمی اینجوری تعریف میکنه که اون وحشت ازش میریزه بیرون وقتی که اون صحنه رو میبینه توی هر دو تو فیلمی که توی جشنواره برلین داشتین هم در جایی که خدا نیست هم در بزرگترین دشمن من موضوع اصلی دقیقا همینه همین آزارگر بودن حکومت همین شکنجه های هم جسمی هم روانی و مشخص میشه خب با یه حکومتی طرفیم که یکی از ارکان اصلی قدرت گرفتنش متوسط شدن به خشونت به این شیوه است که میاد تسلط پیدا میکنه به این شیوه است که حکومتش رو ادامه داده Uh, چرا این موضوع رو انتخاب کردی؟ چرا دست گذاشتید روی این وجه هست حکومت مم. آزارگر بودن من تو همه فیلم هم در واقع سالم حکومت بوده، قدرت بوده یه فیلم اولم در واقع با بسیجا که رفتم حرف زن تو فیلم بلند, بلند که با بسیجا رفتم حرف سال اولم حکومت بوده من بهشون گفتم که در واقع اینجوری شروع کردم که من به خدا اعتقاد ندارم من به این حکومت اعتقاد ندارم من توی فرانسه بزرگ شدم من در واقع توی خانواده چپ بودم آیا حق حیات دارم توی مملکت یا نه فقط یا اینکه این حق حیات فقط مال شماست البته اینو به بی... آسونی که دارم به شما میگم نمیگم نمیگفتم با ترس و لرز میگفتم اما کلا حرفم این بود و در واقع سالم این بودش که چجوری میشه این حرفا رو زد به کسانی که قدرت دستشون قدر... قدر... از قدرت دارن دفاع میکنم و چجوری میشه آدم خودش باشه تا حدودی کسایی که میتونن در واقع بهت شک بکنن بگه تو داری در واقع چیکار میکنی نکنه داری فیلم میسازی که نکنه داری مبارزه میکنی با جمهوری اسلامی با فیلمت با چون که تو در حال خود داری میگی من به خدا اعتقاد ندارم ما چجوری پس به تو اعتماد بکنیم من خودم همین حرفا رو که میزدم خب خیلی با شک و تردید اینا رو بهشون میگفتم و سال اصلیم این, این, بودش که چجوری با کسایی که از قدرت دفاع میکنن میتونم حرف بزنم حالا اون کسایی که از قدرت دفاع میکنن یه سری بسیجی بودن تو فیلم بعدیم آخونده بودن و الان به خودم میگفتم این کسایی که از قدرت دفاع میکنن یه سری در واقع بازجو هستن بازجوی جمهوری اسلامی هستن اما من نمیتونم ببینمشون بازجوی جمهوری اسلامی نمیتونم ببینمشون یا ازشون فیلم بگیرم شدنی نیست اما اون چیزایی که دوست دارم بهشون بگم و میتونم در واقع فیلم بگیرم و به این نیت که اونا این فیلم رو ببینن من این فیلم ما رو به این نیت ساختم که بازجوهای جمهوری اسلامی این فیلم البته بهشون نباید گفت بازجو چون که در واقع شکنجه گرن این بازجو یه اصطلاحی که خودشون رو خودشون گذاشتن و اصطلاح کاملا غلطیه چون در واقع اینا شکنجه میکن در واقع بازجویی میکنن اما اگر که اون بازجوییایی که میکنن به اون نتیجه ای که میخواد نرسه از شکنجه استفاده میره میکنن برای به اون نتیجه ای که میخواد برسه بخ... میخوان برسه از در واقع شکنجه گر هستن ببین ما الان وقتی حرف میزنیم همین الان هم که ما داریم با هم حرف میزنیم همیشه فکر اینو میکنیم که اون کسی که داره تو ایران طرفدار جمهوری اسلامی هستش آیا داره این فیلم رو میبینه یا نه این ویدیویی که ما داریم کار میکنیم می میبینه یا نه این سوال برای شما هست دیگه داره. بله <متحد> پس بنابراین همیشه یک چشمی هستش که داره ما رو نگاه میکنه که حالا اگه ایران باشیم از این چشمه خیلی میترسیم اگه اینجا باشیم که برامون جالب میشه اگه خارج از ایران باشیم برامون جالب میشه که اون داره ما رو میبینه ما میخوایم چی بهش بگیم چه جوری میخوایم باش حرف بزنیم من تو این فیلم هم سعی کردم که این چشمه رو ملموسترش کنم در واقع اون چشم بگم که همیشه ما تو رو در نظر میگیریم اما وانمود میکنیم که تو نیستی من این دفعه تو رو در نظر میگیرم و وانمود نمی کنم که تو نیستی اصلا میگن که من دارم برای تویی که همیشه فکر میکنم تو داری من نگاه میکنی کنی فیلم می سازم و بیننده داره یک فیلمی رو می بینه که در واقع برای تو ساخته شده خب بیننده میدونه که این فیلمی که داره می بینه، فیلمی که برای تو ساخته شده و من مطمئنم که این فیلم ها رو می بینه. پس بنابراین سال من همیشه با اونا میشه حالا قبلا تو فیلم های قبلیم اونا رو از نزدیک میدیدم چون که آدم های اون کسایی که من باشون حرف میزدم آدم های خشنی نبودن حداقل تو رابطه شون با من اما این دفعه چون نمیشد و چون ایران نبودم به این شکل ساختم و همیشه سال با... اونا رو میشه یه تا حدودی یه حرکتشون توشون ایجاد کرد تا حدودی یه مقدار متزلزلشون کرد نه تا یه خورده با خودشون فاصله بگیرن خودشون رو ببینن شاید اینی که دارم میگم یه خورده ساده لوحانه باشه اما حداقل سال من در واقع سال بعدی من همینه توی بزرگترین دشمن من شما میخواید ساختن این فیلم رو خود این فیلم رو یه سنگ بنایی قرار بدید برای اینکه بتونید سنگ بنای گفتگو قرار بدید برای اینکه بتونید یه دیالوگی شکل بدید با بازجوها با شکنجهگرها چقدر فکر میکنید واقعا گفتگو یعنی من دیدم که خانم زر اشاره کرده بود که من با توجه به تجربه‌ای که داشتم خودم تو ایران از بازجویی و از مواجه شدن با این ارکان قدرت افرادی که در قدرتن معتقدم که نمیشه گفتگوی شکل بگیره ولی خب شما همچنان معتقدید که میشه گفتگو کرد با فردی که من یه باز تعریف میکنم آزارگره در قدرت و یه ایدولوژی هم داره به یه ایدولوژی هم مجهزه و چطور میشه با همچین فردی از یک جایگاه برابر یا جایگاه منطقی مذاکره کرد گفتگو کرد من فکر نمی کنم بهش گفتگو کرد به اون شکل گویی که شما میگید من خودم به این اعتبار اگر همچی گفتم اشتباه گفتم من فکر نمی کنم بهش گفتگو من فکر می کنم که هر آدمی من فکر می کنم بازجوها و شکنجگره آدمایی هستن که قفل شدن توی چیزی. اونم به نظر قربانی یک سیستمی هستن که حالا اون سیستمه باعث شده که اونا خشن بشن و خشونتشون هم دیگه مضاعف بشه و در واقع در واقع از قراردادی که انسان با انسان میبنده رو بشکنند در واقع و طبعا سوال مطرحی که این آدم رو چجوری میشه یک مقدار به حرکت انداختش خب من نمیگم تونستم و میتونم با این فیلمم این کارو بکنم من میگم سوال من با این فیلم جوابش جوابشو ندارم آم. من میگم سوال من با این فیلم نه. هر آدمی کلید داره هر آدم قفلی یه کلیدی داره این کلیدشو باید پیدا کرد خب من رفته بودم روانکاب دوره یه دقیقه برای این فیلم رفتم یه با یه روانشناس خیلی معروف معروف فرانسوی حرف زدم که کارش در واقع این بودش که با کسایی که جلاد بودن توی چیز تو کامبوش خمرای سرخ اونا رو روانکاوی کرده بود و یه آدم خیلی معروف یا اونجا روانکاوی کرده بود و سه ماه چهار ماه با اون وقت گذاشته بود من ازش پرسیدم گفتن که به نظر شما هم چیزی شدنیه یا نه گفتش که هر آدم اون بهم گفتش که هر آدمی کلید داره و اون کلید رو باید پیدا کرد گفت در واقع چکنجگرا یه جورایی مثل سل... سریال کیلرا هستن در واقع ساختار ذهنیشون شبیه سریال سریال کیلراست اون بهم اینو گفت من حالا خودم این کاره نیستم اما حداقل اون اینو بهم گفتش و گفتش که و آدمایی هایی که در آن قربانی سریال سیر کیلر بودن و تونستن که اون لحظه درست قبل از جنایت کلید طرف رو پیدا کنن قبل از جنایت پس اون یادم کلید داره حالا اون خانمی که تونسته این کلید رو پیدا کنه مال سریال کیلره شانس ورده در واقع روانشناس بوده و چجوری پیدا کرده اون کلید رو این کلید رو اینجوری پیدا کرده که اون خانم تو این کیس خاص اون اون سریال کیلیره یه بخش کودک داشته و خانمه این بخشه رو پیدا کرده کودکه رو دیده اون تو دست گذاشته رو کودکه و این نجاتش داده و خانم نجات پیدا کرده بعدش اومده بوده پیش همین روانشناسی که من بهتون میگم و درمان میشده به خاطر که برای تروماتیست تروماتی... با یه همچه آدمی سرکار آدم داشته باشه دوشار تروما میشه دیگه اه و اه این خانم معالجهش میکرد این شخص رو پس در واقع هر آدمی هر بدترین آدم هم یه کلید داره کلیپش هم لطفاً دیالوگ نیستش و من اصلا فکر نمی کنم که با دیالوگ بگیم که خا... کاری که میکنی زشته نباید این کار رو بکنیم فلا این من اینجوری فکر نمی کنم که بشه ازشون کرد اما همین که فکر میکنن همین که دارن اینو میشتون این آدم کلیپ داره یه آدم قفله خب همین یه بخشی از اون کلیده شاید باشه داره. یکی دو تا دندونه اون کلیده دندونه اون کلیده شاید باشه در <تصفح> سالی که اون کسی که بیماره رو چجوری باید باش حرف زد یک کسی هست بیماره و خطرناکه چون که بیماره خطرناکه چون که <تصفح> حالا اون کسی که بیماره چوری جوری باید باشه آیا همینجوری تو جنایت کاری تو قاتلی تو فدایی تو اینجوری از باباش حرف زد یا باید یه راهی پیدا کرد که در واقع بشه طرف یه جوری مهارش کرد سال من اینه خب. اون آدم بیماره و خطرناکه خب با اون آدم بیماره خطرناک باید چجوری حرف زد یعنی نمیگم که حتما باید یه جور خاصی میگم برای این مطرح میشه دیگه اگه اون آدم بیماره اون هیولایی که شما دارین میگین که که به نظر من بیماره پس باید یه جوری باش باید پیدا کرد راهه حرف زدن با اون حیولا هر رو دیگه من خودم تو تیمارستان کار میکنم هفته یه روز اصلا اصلا به نظر من اصلا بیچاره حیولا نیستن خیلیشون دچار شیزوفرنیا هستن آره خیلی آره. اما به هر حال همش آدم فکر داره آدم فکر میکنه که من چجوری جوری با اینا حرف بزنم که حرفی که میزنم شنیده بشه خب؟ نه اینکه فقط من حرف خودم رو بزنم که خوشحال بشم که حرف خودم رو زدم اینکه آسونه آدم اون حرف که دوست داره رو بزنه آره. اما من چجوری باید حرف بزنم که اون حرف که میزنم چنیده بشه امه. من تو فیلمای قبلی هم سوالم این بود که خیلی از ایرونیا که این فیلمای منو میزنم خیلی هرس میخوردم میگم تو چرا اینو نگفتی چرا اونو نگفتی چرا نتازوندی چرا بهشون نپریدی تو کوتاه اومدی تو فلان کردی آره اما خب سوال این نیستش که من چیا رو باید بهشون بگم اینه که من باید چجوری حرف بزنم که حرفم چنیده بشه و شاید راهشو پیدا نکنم و مجبورشم که ساکت بشم اما سال من حداقل اینه سالم فکر میکنم به خاطر اینکه من خیلی رابطه رو را میدم رابطه یعنی چی رابطه رابطه برقرار کردن سال من اصلا سال همیشگی من بوده اما خب یه چیز دیگه هم که هستش که شما حتما اینو میگیم و درست میگیم اینه که اینه که این آدم یه شخص که نیستش که یه سیستمه داره از یک سیستم دفاع میکنه اینو من قبول دارم اما من یک فردم خب. من سیستم نیستم و در واقع من تنها کاری که میتونم میکنم که فرض کنم که اونم یه فرد و با یه فرد حرف بزنم اما فیلم میسازم فیلم من یک سیستمه خب فیلم من فرد نیست یعنی وقتی من میگم دیالوگ میشه کرد یا نمیشه کرد ارتباط برقرار میشه کرد یا ارتباط برقرار نمیشه کرد خب همه اینا تبدیل میشه به یک چارچوبی که فقط یک نفر نمیبینه تازه این میره توی توی چارچوبی که تو این چارچوب طرف داره نگاه میکنه و بهش میگه که این اینا به نظرشون میاد که من پرس کن یه مثل یک سر سریال کیلر هستم من مثل فلانم و وقتی تو اون چارچوبه بره وقتی طرف اینو اینجوری ببینه خب دیگه فقط اون دیالوگ قضیه نیستش اون رابطه قضیه نیست قضیه سیستمی که داره یه چیز دیگه هم بگم که حالا به دردتون بخوره این دیگه من حرفم بهتر از فیلم. این یه چیزی آدم تو ذهنش داره که خیلی بزرگه اما فیلم همیشه کمتر میشه دیگه همیشه در واقع محدود میشه به اون فیلم اون فیلم طرف تر... اون چیزی که آدم دلش میخواد نمیتونه کاملا به اون جوری که دوست داره تو فیلم بگه به خاطر اینکه مستند هم به بخاطر اینکه مستند آدمو میکشونه به یه سمت دیگه ای که لزوما اونی نیستش که آدم توی فیلم داره کار میکنه و حرف هر... میخواد بگه به یه سمت دیگه ای <تصفح> خب با توجه به همین مسئله که میگید که حالا واقعیت به حال یه چارچوبی برای فیلمتون تعیین میکنه ممکنه که اثر بعدیتون اثر سینمایی داستانی باشه بر مبنای همین مسائل حالا سیاسی و همین موضوعاتی که فکرتون رو درگیر میکنه من واقعیتش مستند بیشتر دوست دارم چرا؟ اگر هم بخوام سینمایی کار کنم که سینمایی حالا اینا همه سینماییه تو همه میاد سینما اکرام میشه فیلم فرض کنید مستند بینی که بیننده نگاهی که داره از مستند یه فیلمی که در واقع اطلاعات میرسونه فیلم من فیلم های من اطلاعات میرسونن اما یک بیننده بعد این فیلم ها رو ببینه و بفهمه که چقدر احساساتی میشه همونقدر چقدر خیلی بیشتر از خیلی از فیلم مستندی که ما ببینیم احساساتی بشه بیننده وقتی این فیلم ها رو میبینه اه... تحت تاثیر تحصیل... یه واقعیتی قرار چون در واقع اون اتفاقی که داره میفته واقعیه جلوت واقعا داره میفته تو فیلم های قبلی وقتی من جلوی چهار تا روحانی میشینم واقعا نشستم و این خب برای یه ها آدم میگیره دیگه وقتی آدم هرس میخوره اون هرس واقعیه خیلی فرق میکنه تو یه فیلم داستانی که از فاصله هرس بخوره یا از فاصله چیز اینو به هر حال مستند یه قدرتی داره که هیچ وقت نظر من داستانی برای اینکه به پای گرد برسه خیلی بد. نوشت و زحمت کشید اگرم بخوام داستانی کار کنم با آدم های واقعی کار میکنم نه و... و نه لزومم با هنر پیشه اه... الانم که با زر کار کردم زر امیر ابراهیمی کار کردم در واقع یه مقداری مستنده اگر داستانی کار بکنم شاید بهتر بود با یه کسی دیگه و زرم واقعا بی توی کاری که داره میکنه من نظر من توی نقش خودش و توی چیزی که به این فیلم میاره واقعا استثنایی اضافه میکنه چیز استثناییه و واقعا اگه زر نبود این فیلم شاید این فیلم نمیشد اه، حالا اه، چرا اینو میگم؟ آها میگیم فیلم های بعدی فیلم های بعدی آها اه، اه، اینو میخواستم بگم که من از واقعیت استفاده میکنم برای اینکه یک واقع من از مستند استفاده میکنم برای اینکه یک واقعیت دیگه پیشنهاد کنم خب من از مستند استفاده نمی کنم که فقط واقعیت رو نشون بدم بگم واقعیت جامعه ما اینه این اصلا برای من جالب نیست که فقط بگم واقعیت جامعه ما اینه چیزی که برای من جالبه اینه که از مستند استفاده بکنم و بیام واقعیت رو خمش کنم یه جوره یه واقعیت یک واقعیت دیگه پیشنهاد کنم مثلا تو فیلم قبلی من که با آخوند، با روحانی هستن توی خونه که من باشون دو روز توی خونه جمع شدم توی اون فیلم اون واقعیتی که من پیشنهاد میکنم که پس شاید اون همزیستیه شدنی باشه خب توی اون چارچوبی که من تعیین کردم یه او آدم بیننده یک چیزی میبینه که تا الان نمیخواست تصورشو بکنه خب پس اون واقعیت عوض میشه بعد از اون فیلمه به نظر من پس در واقع انگار که یه داستانیه خب که اون داستانیه داره یک واقعیت آینده ای رو پیشنهاد میکنه واقعیت هایی که من دوست دارم واقعیت های آینده هستن در واقع فیلم من قرار بعدا واقعی بشن دیالوگ حالا دیالوگه یا همزیست یا در واقع تاثیر گذاشتن روی اون بازجو یا اون شکنجگره در واقع قراره که مال بعد باشه نه مال الان یعنی اینجوری تو ذهنم هستش نمیفهم نمی, نمی من. منظورم میفهمید یا نه من... برای فکر من, من چون تو ایران بزرگ نشدم من تو ایران بزرگ نشدم و همیشه هم میگم سینما ایران سینما ایران فیلم, ایران، فیلم ایرانی من فیلم من های ایرانی نیستن اصلا به نظر خودم افتخار نیست و چیزم نیست این واقعیتیه چون چیز من سوال قدرت اصلا مسئله قدرت چه جوری میشه این در واقع قدرت رو به چالش انداخت و باش دیالوگ کرد و با یا حداقل یه خورده روش اون توازن قوایی که من سعی میکنم برقرار کنم تو فیلم ما قدرت تو فیلم های قبلی ما حالا تو این فیلم قضیه متفاوته تو اون چشه است اما برات دنبال اون چشه بازجوه اما باز من دنبال اون توازن قوا این سوال منه سوال منی که در واقع اینجا بزرگ شدم و یه سری در واقع نویسنده غیر ایرونی خوندم که سوالاشون این بوده اون قضیه توازن قوا رو کار کردن این سوالی ای منه که فکر نمی کنم ساله سینمای سینمایی که من تو ایران میبینم سینمای فیلم های باشه یا مثلا فرض کنید تلاش برای فهمیدن دیگری خب آیا سوال سینمای ایران هستش یا نه دیگری دیگری یعنی بسیجی دیگری یعنی آخوند دیگری یعنی آدمی که مثل خود شما فکر نمیکند. شما الان تو کانادا زندگی میکنه میبینی که در واقع فیلم هایی که میسازن در مورد مهاجرین در مورد آدمایی که مثل خودشون نیستن کانادا یا در مورد فیلمایی که کار میکنن در مورد آدمایی که مثل خودشون با خودشون فرق میکنن اه. خیلی هست تو فرانسه زیاده اه. تلاش برای فهمیدن آدمی که مثل خودت نیست آیا این آیا این تو سینمای ایران هستش یا نیست سال من اینه شما بهتر از من میدونید شما متخصصی من نیستم من کار خودم میکنم فیلم خودم میسازم به نظر میرسه همین دیدگاهه که خاص میکنه فیلماتونو رو من حالا یه سال دیگه از حرفان به ذهنم رسید اه... شما توی فیلم سازیتون به دنبال این بودید که توی فیلم ایرانی به دنبال این بودید که صحبت کنید بشناسید روحانی ها رو طرز تفکرشون یعنی برید به اون سمت موافقان جمهوری اسلامی و با اونا صحبت کنید اتفاقی که بعدش افتاد این بود که پاسپورتون ضبط شد و بعد که پاسپورت رو بهتون برگردوندن ازتون درخواست کردن که دیگه هرگز برنگردید به ایران یعنی تلاش یک فیلمساز برای دیالوگ کردن برای صحبت کردن با حتی موافقان حکومت به اینجا منجر شد که خب دیگه حق نداری برگردی این مسئله رو چطور میبینین شما؟ خب یه من اینجوری میبینم که اون موقع وقتی که بهم گفتن دیگه برنگرد ایران من فیلم که هنوز نساخته بودم من فیلم بر... اونا میخواستن که من فیلم رو نسازم اما من اون موقعی که منو ممنوع خروج کردن که بعدش منو در واقع بگن تو یک بار خروجی میتونی بری و برگردی اونا منو میخواستن بترسونن که من این فیلم برداریم رو نکنم چون فهمیده بودن که میخوام این فیلم برداری رو بکنم و برای که من رو یه ذره چشی بگیرن که من این کارو نکنم اه... یه ذره چش دیگه ای چون قبلا باز گرفته بودن که من دیگه این کار رو... این حکم رو دادن که در واقع تو یک بار خروجی ولی اه... من فیلم برداریم تموم شده بود وقتی که من رفتم بیرون با همه راشام رفتم بیرون در واقع <applause> بعد فیلم برداریم که تموم شد نشستم مونتاژ کردم فیلم تموم شد و اینا من میتونستم دوباره بعدش برگردم ایران اگه برمیگشتم ایران ممکن بود که پاسپورتم رو تو فرودگاه بگیرن ممکن بود که بازجویی بشن و همین اتفاقا برام بیفته اما آخر دنیا هم نیستش این اتفاقا یعنی من اگه فرض کنیم میرفتم ایران بازجویی پاسپورت پاسپورتم رو میگرفتم شاید میارزید چون بعدش به هم میجنگیدی دوباره پس بگیری پاسپورت دیگه آخر دنیا که باز نیست برای حداقل من تو اشل خودم میگم تو اشل اون کسی که الان دارم تو ایران بدبختی میکشن نمیگم تو اشل خودم میگم این که حداقل اینکه فرض کن دو ملیتی هستی یه جورایی شاید میتونی فشار بیاری روشون که پاسپورتتو پس بگیری بعد بالاخره دوباره برگردی فرانسه طول میکشه همونجور که طول کشید تا من فیلم بتونم بسازم خیلی طول کشید سه سال طول کشید تا من بتونم چهار تا روحانی و بیارم توی خونه پس در واقع همون قدری که زحمت کشتم برای اینکه این کار بکنم هم قرار میتونستم زحمت بکشم برای اینکه پاسپورتمو دوباره ب... اگر که میرفتم ایران پاسپورت رو واقعا میگرفتن پاسپورتمو پس بگیرم ما که قرار نیست بگیم که اینا خوبن ما میدونیم که در واقع اینا کی هم میدونیم که اینا جنایت کار هستن میدونیم که اینا دست به همه چی میزنن هم. و میدونیم که اینا میخوان ما رو انقدر بترسونن که ما واقعا فکر کنیم اینا بوتی برای خودشون و غیرقابل قابل چیزن غیر قابل شک... شکست ناپذیرن این واقعیت نداره اینا شکست ناپذیر نیستن میخوان وانمود کنن که شکست شکست ناپذیرن میخوان انقدر ما رو بترسونن که ما طرفشون نریم و من به خودم میگفتم اینا ما رو میخوان بترسونن که ما به بتر... طرفشون نریم بس باید بریم به طرفشون چون واقعیت واقعیت نداره اون میخواد اینو بسازه اون فیکشن اون داستان رو میخواد بسازه اون توهم رو میخواد به وجود بیاره که تو در واقع سراغش نری دیگه توهم از خودش رو میخواد در واقع یه فانتزی یک یک فانتزی به وجود بیاره از خودش تو یک تخیل یک تخلیل دوست از خودش بسازه انقدر تو رو بترسونه که تو سراغش نری و فکر کنی در واقع اون به فارسی نمیدونم چی... چی میگن به فرانسه میگن شتوت کخت یک کاخ با ورق اینجوری میچینن یعنی میره بالا چی میشه با ورق های پاسور خانه پوشالی